شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. آیا آنم کنم من سوال خدمت داشتم در مورد بحث آزادی. بله. حالا این برای من یه مقدار مسئله شده که به هر حال زمانی که ما به دنیا میان ما اختیاری توی جنسیت خودمون نداریم، در انتخاب جنسیت خودمون، در انتخاب فامیل خودمون هم اختیار و اراده ما نداریم. بعد از اون طرف وقتی بزرگتر میشیم و همونطور که شما فرمودید یه سری سن رو میگذرونیم، نوجوانی، جوانی، میانسالی، و تو این میون دچار یه سری تحولات در زندگی میشیم و هیچ گونه اختیار و کنترلی هم ما در این زمینه نداریم. یعنی به هر حال اون مسائلی که مربوط به سکس هست، سکشوالیتی هست، مربوط به ورک هست، کار هست، به هر حال پیش میاد. و من بیان یکی از مسائلی به شما در مورد سمینار آزادی بود، شما فرمودید که به وسیله عقل میشه به نوعی این مسئله آزادی رو بهش دست پیدا کرد. ولی خب بنابراین من این مسئله عقل یه مقدار مسئله نسبیه. یعنی به هر حال شما حساب کنید زمانی که مثلا یه نفر مهندسه، اگر این تخصصی که داره در راه مثلا به دست آوردن پول باشه، خب این در جامعه مورد تشویق قرار میگیره. اگر این مهندس فقط برای مثلا داشتن دانش این علم یاد بگیره، مردم ممکنه تو مسخرش بکنن و مثلا بهش بگن مهندس مهندس. یعنی یه جور نشانه های اوتیسم و اوتیسم هم به حال بهش نسبت میده. حالا از اون طرف کسی که تو ایران زندگی میکنه براش مسئله آزادی مسئله خیلی بزرگی، از اون طرف کسی که در اروپا زندگی میکنه اصلا به مسئله آزادی فکر نمیکنه. بعد از اون طرف ما میبینیم مثلا 10 سال 15 سال یه عده بسر قدرت هستن و اینها افرادی هستن که بسر قدرت نیستن و اونها که در سر قدرت نیستن بعد چند سال بسر قدرت میرسن، به این مسئله آزادی هی کم میشه، زیاد میشه، از بین میاد. بعدش مسئله مرگ پیش میاد زمانی که ما به هر حال از دنیا میریم و تو این مسئله ما هیچ گونه اختیار و به هر حال آزادی که در میون باشه نداریم. میخواستم واقعا این مسئله آزادی و این کلمه آزادی از کجا میاد؟ یعنی ما چه آزادی رو داریم تو زندگی که دم از آزادی میزنیم واقعا وقتی اختیاری نداریم؟ خب آخه ببینید، شما بحثا رو هی سیاه و سفید میکنید. آخر کارم خودتون یه جوری مطلب رو به نظر من جواب میدید. ببینید، کسی به شما نگفته انسان آزاده. حرف این است که در یه زمینه های آزادی داره. شما این که الان یه لغتی رو انتخاب بفرمایید به من بگید آزاد، این که اصلا تصمیم بگیرید به من تلفن کنید یا نه آزاد. ولی کسی نگفته اگه بخواید شما تلفن کنید رعایت اصولی که در طبیعت نمی کنید، تلفن رو بر نمی دارید، شماره رو درست نمیگید و بقیه. اون چیزی که درباره آزادی گفته شده این است که من و شما در زمینه‌های بسیار محدود کاملا نقد با شماست حق انتخابی رو ممکنه پیدا کنیم. این فقط بحث بود. یعنی فرض بفرمایید که از ساری الان تصمیم بگیرید که با مادرتون تلفنی صحبت کنید یا با برادرتون، ولی وقتی که میخواید با مادر و برادر صحبت کنید، صدها اجبار رو باید رعایت، هزاران اصل رو باید رعایت کنید و الا امکان گفتگوی شما با مادر یا برادر به وجود نخواهد بود. این که برمیگردن میگن انسان آزاد به دنیا میاد، یعنی یه موجودی است که در ارتباط با دیگران باید آزادی او رو فهمید و پذیرفت. ولی حق با شماست، من شما هیچ انتخابی اصلا وجود نداریم که انتخاب بکنیم. از یه پدری مادری که انتخاب ما نیست، تازه اونا مثلا نمیدونن کیا دارن به این دنیا میارن، به این دنیا میارن. ببین عزیز، بس درباره اون جاییست که حق انتخاب داری. یعنی وقتی فرض کنید حساری به هر کار خودتون نگاه کنید، گفتگو رو اینجوری ببینید، شما هر حرفی که زدید یا حرفی که نزدید، هر کاری که کردید و هر کاری که نکردید، کمی میتونستید اون رو بهتر یا بدتر، بیشتر یا کمتر انجام بدید، این آزادی شماست. بنابراین ما در یک محدودهی در یک چارچوب آزادی، مثلا فرض کنید هستالی تصمیم میگیرید بیاد خیابون، حالا میخواید سرعتتون رو بکنید 35 کیلومتر یا 36 کیلومتر، آزادی نمیتونید بکنید 350، اصلا اتومبیل شما نمیره، اصلا محیط اجازه نمیده، پلیس شما رو میگیره متوقفتون میکنه، بعد شما میخواید تو این خط باشید یا اون خط باشید، یه زمانی میتونید یه زمانی نمیتونید. حالا که میتونید، میخواید در خط شماره 2 باشید یا خط شماره 3. مفهوم آزادی ما به معنی پدیده
مطلقی نیست. بنابراین وقتی من نگاه میکنم به خودم و میبینم دستمو ببرم بالا یا بیارم پایین، این حرفو به شما بزنم یا نزنم، این گفتگو رو همینجا تموم کنم، از شما بپرسم نظرتون چه، یا یه حرف دیگه بزنم، من تو این حوزه و حریم آزادم و تو این حوزه و حریمی که مسئولم. هیچ وقت من نمیبرم بگن چرا پدرت اینه یا مادرت اونه، برای که اونجا من مسئولیت نشم. ولی به من میتونم بگن چرا به جای حرف خوب حرف بد زدی، چرا به جای یه حرف مناسب نامناسب زدی، یا چرا حرف زشت زدی. من تو اون چارچوب میشم، ولی نمیتونم بگن چرا تو فارسی حرف میزنی، چرا این لغات رو به کار بردی، مگر اینکه به من بگن تو آزادی عزیز. بنابراین مفهوم آزادی در حوزه و حریمی است که من و شما به عنوان یک انسان حق انتخاب داریم. حالا بحثی که راجع به عقل شد، اولا عقل به درجات مختلف، خب هست که هست، کسی باز نگفته همه این همه. حالا روزی که شما این عقل رو داشته باشی و تصمیم میگیرید به کار بگیرید، شما رو از یه مقدار زندانهایی که بیشتر آدم ها توش هستن، مثل تاریخ و جامعه و خانواده و گذشته و اینا، تا حدودی در چارچوبی که قواعد اجازه میدن آزاد میکنه، نه اینکه کاملا آزاد میکنه. یعنی من میتونم اگر عقلمو و علم رو به کار بگیرم، وقتی که یه فکری راجع به یه اتفاق بد گذشته میفته متوقفش کنم، نگذارم بیاد الان منو اذیتم کنه. اگر این عقل و آگاهی دانایی نداشت باشم، اون فکر مربوط به حادثه قبلی میاد امروز منو خراب میکنه. بنابراین مفهوم آزادی که صحبت میشه یه پدیده کاملا محدود و نسبیه. مثل این مونه که هستاری بگید صدها قاعده و قانون وجود داره، شما باید یه سنی داشته باشید، گواهی نامه داشته باشید، رانندگی بلد باشید، ماشین داشته باشید و خیلی چیزهای دیگه تا بیاد توی خیابون. تازه بهتون میگن اینجا سرعت 20 کیلومتر، اونجا 30 کیلومتر، اینجا به راست میتونید برید، اونجا چپ نمیتونید برید، اونجا باید چراغ قرمز بایستید، اینجا عابر پیاده است باید متوقف بشید. این همه قاعده و قانون رو میریزن رو من شما، ولی من شما همچنان راجع به چی صحبت میکنیم؟ آزادی رفت آمد. چرا؟ برای که میخوایم این ور اون ور بریم. تازه خودمون هم اینو میپذیریم، به طوری که اگر شما رو هم رئیس راهنمای ایران دیگه شهر لس آنجلس کنن، ای بس هیچ کدوم از این قوانین رو عوض نمیکنید. اینا قانون محدودیت قید بند اجازه نمیده، ولی همین سبب میشه که دو تا اتفاق بیفته، ما با سرعت بتونیم از این ور شهر به اون ور شهر بریم، خطرم تا تصادف هم نکنیم. در حالی که اگر این قواعد و اصول نباشه، ما اولا همه متوقف میشن و بعدم تصادف همه رو میتونه از پا در بیاره، یا به هر حال هر وقت میایم تو خیابون احتمال اینکه کشته بشیم هم وجود داره. بنابراین در تحلیل نهایی ماجرای آزادی حق انتخاب و انتخاب قانون درسته، انتخاب زندان درسته، انتخاب قید و بند درسته. بنابراین آزادی به معنی که هر کس هر کار دلش بخواد بکنه نیست، آزادی یعنی انتخاب درست. شما روزی که میگید من آزادم، یعنی قضای خوب انتخاب میکنه. شما اگر از انتخابتون و آزادیتون استفاده کردید و قضای بد انتخاب کردید، میتونید مسموم بشین یا من شما میتونه تا بمیرید. بنابراین طبیعت به من شما در یه حوزه بسیار بسیار محدودی حق انتخاب میده. بنابراین آزادی یعنی انتخاب قانون، انتخاب قاعده حاکم، نه بی قانونی. هیچ کس هیچ وقت آزاد نیست، هیچ شیعی و هیچ شخصی به یک اعتبار، جز در مفهوم ذره و لحظه در فیزیک کوانتومی که اونجا بحث من نیست، در فیزیک زندگی من و شما همیشه ما باید بر اساس قاعده و قانون حرکت کنیم. یعنی شما اگه خواستید با من صحبت کنید، باید 100 تا قاعده رعایت کنید تا ما تیم با هم صحبت کنیم. روزی که من سوار هواپیما شدم، باید 100 تا قاعده رعایت کنم تا من در آسمان و در هواپیما باشم. قاعده اونجا بسیار متفاوته با قاعده روی زمین. روزی که من خواستم راه برم با وقتی میخوام شنا کنم متفاوته. بنابراین هرگز نباید این تصور رو داشت که آزادی یعنی هر کار دلمون خواست میتونیم بکنیم. نه، آزادی یعنی در چارچوبی که حق انتخاب داریم میتونیم قاعده حاکم رو بر خودمون انتخاب کنیم. بنابراین آزادی یعنی انتخاب قانون. حالا این قانون خوب و درست باشه، به من شما آزادی میده. من و شما اگر اومدیم از آزادیمون استفاده کردیم، رفتیم سراغ مواد مخدر، میتونیم معتاد بشیم. حالا دیگه اون حق انتخاب رو هم از خودمون گرفتیم، حالا به دلیل اعتیاد مجبوریم به استفاده از اون ماده. حالا تا چند اندازه میتونیم با این فشاری که از درون داریم که اعتیاد بجنگیم، بسیاری ممکنه بتونن و خیلی بیشتر نمیتونن و ای بسا با اعتیادشون از این دنیا میرن.
بنابراین ماجرای آزادی ماجرای انتخاب مثلا واژه است، کلام در گفتگوی من و شما، اونم تازه میدونیم قواعد و محدودیت‌هایی داره. بنابراین روزی که به آزادی اینجور نگاه کنیم، صحبت در این است که من و شما در چه حوزه و حریمی حق انتخاب داریم و حق انتخاب قانون حاکم رو داریم، نه چیز دیگه. آیا میشه گفت که بحث آزادی بیشتر در رابطه با خود انسان‌ها پیش میاد تا در رابطه با ارتباط بین انسان و محیط؟ کاملا. اگر که بنده عزیزم شما ارتباطتون با طبیعت، ارتباط من شما با طبیعت اینقدر محدوده که طبیعت به من شما میگه از 100 تا چیزی که جلوتر 99 تا شما بکنی من میکشم، یعنی اصلا تو امکان نداره اونجا بتونی حرکت کنی. بنابراین آزادی من شما برمیگرده در تحلیل نهایی که من تو سیدی آوردم، برمیگرده به حتی اصول اخلاق، یعنی برمیگرده به انتخاب زمینهای اخلاقی انسان در ارتباط با دیگران. و به نظر میسه اینجا ما آزادیم، یعنی من میتونم مهربان یا نامهربان باشم، عادل یا ظالم باشم. اگر بتونم با علم و عقل و واقعیت و اخلاق خودم رو مجهز کنم، میتونم از فشار اینکه منفعت من اینه یا صلاح من اینه بیرون بیام و با حقیقت و واقعیت کار داشته باشیم. بنابراین حق با شماست. به همین دلیل است که تقریبا گفته شده حوزه آزادی انسان حوزه تکلیف در اصطلاح مذهبی و اعتقادی و در حقیقت حوزه اخلاقه، یعنی اونجاست که من شما آزادیم. و الا من شما کدومون آزادیم که در دقیقه نفس نکشیم؟ من شما چطور آزادیم که اصلا غذا نخوریم، آب هم میمیریم؟ من شما چطور میتونیم مثلا یه ضربه سنگین رو مثلا با چکش تعامل کنی و چیزمون رو نمی‌بینیم؟ طبیعت که شوخی با من شما نداره. برنامه‌ریزی وقتی میرسه به موارد طبیعت با تمام قدرتش میتونه ما رو از پا در بیاره. همینه که شما طبیعت رو این چنین قدرتمند می‌بینید. طبیعت به من میگه تو می‌خوای زنده باشی، از هزار تا از این قاعده‌ها باید رعایت کنی. این چاقویی که اونجاست نمیتونه توی قلب تو بره و بیاد. بره تو قلب تو و بیاد به دلیل آنچه که قاعده طبیعت تو مردی، تو زنده نخواهی بود. به همین سادگی. یه چاقویی تو خونه است، تو آشپزخونه است، مهم اینه که اونجا باشه. اگر سر جای خودش نباشه گرفتاری عزیز. بنابراین شما یه آدمی رو با یه تیغ میتونید یه رگ اصلیشو بزنید، بعدا نخواهد بود. فقط یه حرکت خراشی دادید، یه کار 1/10 میلیمتری روی رگ اصلیش انجام داده، تموم شده رفته. بنابراین این که میفرمایید بسیار درسته. ما در زندان طبیعتی، ما در طبیعتی هستیم به همجاست که هیچ آدمی نتونسته مثلا قد خودشو دو برابر کنه، هیچ آدمی نتونسته از رو زمین بلند بشه بره تو هوا، مگر اینکه از قاعده طبیعت استفاده کنه، یه دستگاهی بسازه مثل هواپیما یا چیزی از این قبیل که اون رو بر اساس قانون طبیعت به یه سرعتی برسونه، بعد یه زاویه‌ای پیدا کنه که فشار هوا بتونه قانون جاذبه رو بشکنه، از رو زمین بلند بشه. ولی این چیزی است که میگه تازه هر زمان که شما خواستید با طبیعت برخورد کنید، باید از یه قانون طبیعت علیه قانون دیگر طبیعت استفاده کنید که طبیعت اجازه شو میده. در غیر این صورت به شما اجازه انجام اون کار رو نمیده. اینه که شما وقتی تشبه برید زیر آب، شما اگر یه اصولی رعایت نکنید میمیرید. شما میتونید برای مدت کوتاهی نفس نکشید، شما میتونید بعد از طریق یک کپسول مثلا هوا یا اکسیژن زیر آب زندگی کنید، ولی اگر اون رو ازتون بگیرن چی میشه؟ مهم هم نیست چقدر آدم خوبی هستید یا بدی هستید یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره و دلم میخواد بهش توجه کنید این است که مسئله ما در ارتباط با طبیعت بسیار بسیار محدودی. به همین جاست که حوزه آزادی انسان واقعا حوزه یه مقدار انتخاب ما در ارتباط با دیگران در چارچوب اصول اخلاقی، و البته در زمینهای دیگه هم نه. من شما چطور میتونیم مثلا بدون که تخصص داشته باشیم دیگری عمل جراحی انجام بدیم؟ من شما چطور میتونیم یک کسی که گرسنه است رو مثلا سیرش کنیم؟ مگر اینکه از راهی که طبیعت گفته که حالا فرض کنین غذایی هست یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین معلومه که من شما در قید حیاتیم، یعنی در زندان زندگی هستیم. خب یه سوال من شما رو بپرسم جان، اگر که ما این تصور داشته باشیم که این در واقع
اختیار ما نسبت به طبیعت خیلی کمه و تمام کارهایی که ما انجام میدیم به این خاطر که در یک بازه محدودی حرکت بکنیم و تو این محدوده کوچک و خیلی تعریف شده بخوام مثل کارهای انجام بدیم. و من تصورم برای اینه که این موضوع بیشتر برمیگرده به مسئله همونطور که شما قبلا گفتید در مورد بزرگسالان، در مورد کارشون و در مورد مثلا رابطه جنسیشون. یعنی بزرگسالان بیشتر در اون رابطه تصور میکنن، فکر میکنن. افرادی هم که کودک هستن بیشتر در مورد مثلا کنکاش و محیط مثلا فکر میکنن اینها. حالا سوال من اینه که اگر که واقعا توجه و تمرکز ما روی این مسائل هست، چرا یه مسائلی و رشته‌های مثلا فلسفه، مثلا هنر، مثلا تاریخ که اصولا رابطه ای چندانی با مسئله سکشوالیتی ما و مسئله کار ما و نوع خوردن ما ندارن، اینا میان و میرن. یعنی و ما متوجه میشیم که مثلا در چند صد مثلا سال پیش یه مسئله مثل فلسفه که مردم فکر میکردن میتونه جوابشون رو بده، این میاد و بعد از مدتی که علم میاد و مردم میفهمن که فلسفه جواب درست نمیتونه به سوالاتشون بده، اون از بین میره. ببینید آخه نه، البته این بحث ها هر کدومش متاسفم که تلفنتون تقاطع میکرد قطع شد. ببینید از اینا موضوعش هر کدوم جای خودش داره، خاصی رفته بیاد صحبت کنیم. شما من میگید فلسفه در تعریف درستش پاسخ به پرسش هاییست که اصلا از عهده علم ساخته نیست و اونا سر جای خودش موندن. اینکه یه روزی ما چون پاسخ علمی نداریم از تصور و تخیل و برداشت ها و استدلال عقلی استفاده میکنیم به عنوان احتمال، خب اون چیزیست که چاره نداشتیم. امروز هم شما یه فلسفه فیزیک دارید. فلسفه فیزیک یعنی چی؟ یعنی آنچه که دانش فیزیک هست به من شما میگه این پرسش ها ایناست، تا حدود این جواب هم تا حدود اینجاست، ولی این پرسش ها که مطرحه جواب نداریم، یه مقدار احتمالات رو میشه مطرح کرد. ضمناً فلسفه فیزیک وقتیست که ما به فیزیک به عنوان یه علم نگاه میکنیم، یعنی نگاه علمی به خود علم فیزیک میکنیم. بنابراین یه روزی بوده که شما وقتی که نمیدونستید چرا بارون میاد میگفتید از دیگران چرا بارون میاد، برای ما عقیده و نظرشون رو گفتن، پاسخ فلسفی نبوده. امروز به شما میگن چرا باران برف شده، چرا باران میاد، چرا، برای که توضیح علمی داره. روزی که ما نمیدونیم معلوم دنیای علم به ما جواب نمیده، ما سراغ تصورات و تخیلات و احتمالات میریم. نام این به نظر من فلسفه نیست، چون فلسفه بر اساس تعریف یه مقدار پرسش‌های مشخصی است در جهت شناخت و مسئله هستی و اونا همچنان در حوزه فلسفی اگر تفکیک درست بشه باقی میمونه. اون چیزی که من و شما نمیدانیم رو با تصور و تخیل و احتمال مطرح میکنیم. حالا اگه شما نامش رو فلسفه میذارید در تعریف درست و دقیق این نیست. به همین جهت است که انسان پرسش‌هایی داره، این پرسش‌ها اگر در حوزه علم به هر حال باید از علم انتظار داشت، آنچه که مربوط به قواعد طبیعت، اگر در حوزه خارج از علمی که معمولا هستن فلسفه به اون مفهوم متافیزیک یا بعد فیزیک یا آنچه که غیر فیزیکه مرتبطه در تحلیل دقیق و درستش، خب اون موقع معلوم همیشه اونجا بوده، همیشه هم اونجا خواهد بود. بنابراین هیچ علمی هم یه روزی به اینجا نمیرسه که جواب سوالای فلسفی ما رو بده. حالا متاسفانه تلفنتون قطع شد، اگه وقتی دیگه خواستی میتونیم با هم صحبت کنیم.